توی فیلم بیهجاب، مسلم با بازی ایرج قادری و پدرش زیا با بازی جمشید مشایخی دو قاچاقچی بدنامن. زیا به مکه میره، توبه میکنه و پسرش رو هم از این راه من میکنه. مسلم که با رقاصی به اسم کلسوم رفت آمد داره و از طرفی با سارا دختر یک کشیش هم دوسته، بعد از مخالفت والدینش از خونه فرار میکنه. بخشهایی از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم. راستش نمیدونم، دلم یهو هوای تو رو کرد، حواظ کردم ببینم باز یه خود حرف بزنم. یعنی من قابلم؟ ای بابا قابل چی؟ تو اصلا خود قابله. خب پس حالا بگو حرف بزن. وقتی تو حرف میزنی دل من هم باز میشه. چی بگم؟ یعنی چجوری بگم؟ تو حالا شده حرفی داشته باشی ولی ندونی چجوری بزنی. آره مسلم شده، واسه من که خیلی شده، دلم میخواد امشب حرفامو بزنم. حرفتو؟ چه حرفی؟ چه حرفی که تا حالا نتونستی بزنی ها؟ حرف دلم همیشه وقتی پای دل میان میاد پای زبون میرنگه. آره خودشه، حرف دله، حرف دله که گفتنی سخته. اصلا چیه این دل؟ من که تا یکی دو روز پیش اصلا نمیدونستم کجایی هیکلمه، فقط اسمش شنفته بودم. ولی ناچسه بی پدر تو یه چشم هم دارن، تو یه نگاه، تو یه آره و نه خودشو نشون میده. چی گوشه سینه آدم تاپ و تاپ میکنه که صداشو هفت تا همسایه اون ورتر میشنه. چه کیفی هم داره. تو پس تو اون قلبت اینجوری شده نه؟ یعنی میگم عاشق شدی مگه نه؟ تو داری گریه میکنی؟ نه نه این گریه خوشحالیه. من همیشه آرزو میکردم تو یه جوری سر و سامون بگیری. باور کن مسلم، من خیلی خوشحالم که تو عاشق شدی. آره کلشو، خلصه قلب مسلمه جوش آوردی، اونم چه جوشی. به دستک بخاری داره به مخمو داره دیوونم میکنه. اون چیه مسلم؟ فیلم اشک رقاصه به کارگردانی اسماعیل پورسعید محصول سال 1356. اکبر در پی کار از عراق به تهران میاد، اتاقی اجاره میکنه و با مشید الله و پسرش حسن هم اتاق میشه. مشید الله وانت بارش رو به اکبر میده تا روی اون کار کنه. خونه متعلق به رقاصه سال خوردهی به نام مرضیه است و مریم خواهر مهدی بنگاهدار همونجا مستأجره. بخشایی از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم. که من یه خواهر در بخون بالا دارم، تو رو این پایین ها نمیدونی؟ نه خیر، تو فقط بالا یه خواهر دم بخت داری که میتونی چارچشمی مواظبش باشی، پایین کسی رو نداری که دلت براش بزنی. دیگه موضوع اکبر داره بیخ پیدا میکنه. من آزادم، شاید فردا قسمت شده باش عروسی کردم. بله نوک آمد به بازار کنه میشه دل آسا، اما به ولای علی این نو رو من کنش میکنم، نمیذارم دستش به تو برسه. خوبه تو جوری حرف میزنی که انگار عاشق دل باخته منی. یعنی نیستم؟ نه که نیستی، تو خیال میکنی که عاشق منی. اگه جز این بود شش ماه پیش منو عقد کرده بودی. آخه لابی تو که میدونی درد من چیه، چرا این حرف رو میزنی؟ من با داشتن یه خواهر دمبخت تو خونه چطور میتونم با تو عروسی بکنم؟ یعنی این درسته که شبونو تنها بذارم و امون خدا بیام پیش تو؟ خوب اکبر جون بیا روشنش کن بشین پشتش، ببین ایل و ایلانی نداشته باشه. خیلی خوب باشه. بیمانش ای دادی بیده چیه؟ چی شده؟ سویچو گشتم تو ماشین؟ ای خب حالا چیکار باست بارم؟ هیچی، شیشه رو میشکنه، چاره جزی نداریم. چرا بابا قفسازی کلیدسازی میاریم بازش کنیم، چرا شیشه رو میخواد بشکنیم؟ حالا دو ست مهتر شو بریم دنبال قرصا، از این دست به نختر کجا پیده میشه؟ من الان مشکنم خیتم کرد. چی کار داری میکنی؟ شیشه گوشتی بیدم تو ماشین، مجبور شدم شیشه رو بشکنم. این که والت ما نیست بابا جون، والت ما اون یکیه. بازم اشتباه کردی ها؟ راست میگه اکبر آقا، والت ما
فیلم جانی و توپول با نقش آفرینی همایون و شهناز تهرانی تو سال 1356 ساخته شده. فیلم راجع به جانی و جعفر توپوله، دو نفری که خیلی به هم شباهت دارن. یکی قاچاقچی هروئینه و اون یکی هم کارش اداره کافه است. بخشایی از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم. اینا دیگه لیم خب شما مجبور بودین. هسته دلخور نیستی؟ نه جانمی تو پول پس یه دود بگی. من دودی نیستم. بیا یکی که اشکالی نداره بگی. باشه ولی آخه من بلن نیستم که بکشم. سرکه این وری اون وری بدم تو یا پول کنم بیرون. دیدی کاری نداره؟ دیدی؟ چیه؟ چت شد؟ تو کن بلی نادی خانم تو تنهایی؟ تنهایی بد دردیه، خیلی بده. آره خیلی بده. مگه شما تنهاییم؟ آره تنهایی تنها. چرا؟ چرا؟ واسه اینکه کسی دیگه با ما کاری نداره. داره؟ شما جوونین، خوشگلین. تو چرا تنهایی؟ تو چرا زن نمیگیری؟ کی زن من بشه؟ کسی به من محل نمیذاره. خیال میکنه من دیوونم. تو پول، تو آدم خوبی هستی، قلب پاک و مهربونی داری. من که تو رو به مردای دیگه ترجیح میدم. شما داری من مسخره میکنی، داری من دست میندازی. نه اینو جدی میگم، من از تو خوشم میاد. تو چطور؟ من دیگه باید برم خونمون. باید برم خونمون. جواب منو نمیدی؟ من همیشه به فکر شما هستم خانم. من شما را از تمام زنهایی که فیلم پری خوشگله با بازی منوچهر وثوق و شهناز تهرانی محصول سال 1353. پری با بازی شهناز تهرانی بعد از مرگ پدرش مسئولیت نگهداری خانوادش رو بر عهده داره. پری قصد داره که خواهر کوچکترش رو که مجبوره تو شرایط بدی در کافه کار کنه نجات بده. پری از شیراز به اصفهان میره و سر راه جوان ثروتمندی با بازی منوچهر وثوق قرار میگیره. بخش هایی از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم. زیاد کن. وای لخم جیگر سرمای زده خوش شده الا. منگو باش کردیم. از کجا باس بریم؟ مسافرخانه بالا است با فرمان. نوبت من میرسه. مفنگی. یه زین اونجوری من نزنه. دریوریم نگو. من میدیه نه. اوخش. به پشه از سپاد تو چشت نره. من چشم ندارم جان. بفرم. برو جان. برو والا. برو برو. نه کس بایست دارم تو ما رو نگاه میکنه ده یاد نده. هیکل قشنگ دارم تو ماشم میکنم دی جان. بفرما بفرما بفرما. شش یالا بیا کلو. بابا تکلیف منو معلوم کن، یا جلو برم یا عقب. یه قربان بفرما. یالا نفله زود باش. با تو بگویم اگه دروغ گفته باشی پاسوبان صدا میکنم. من خطر نکم. خیلی خوب داره تو بزن داشم. او بی خودی من داداش صدا نکن. من داداش تو نیستم. من خطر نکم. باش آقای خطرناک مال. زود باش صداش کن. یالا بی خودی دوشکول نزه من با در دیوار میزنی. خیلی خود باش دیگه. والا یه آقای آمده زیر بالا پرش باد گرفته. میگه من خواهر شما هستم. من که سر در نیاوردم. صبر کن الان درو باز میکنم. بفرما. سلام. ها؟ همین توفه هست. شما کی هستین؟ سلام علیکم آبجی جون، چطور مطوری؟ وای خدا مرگم بده. این دیگه کیه؟ نه ترسیونم، منم قربونی شکل آقای قدر قربان صدقه نروزینی که لخت اخم آدم هست. میزنم گردم برای چرا میزنیم؟ مگه صدقه میگیرم بوریم؟ ما نزدیم. سلام مریم جون. وای چه خوشگل. قربونت برم الهی. چیزی که قیافه یه خودتو در بردی ها؟ مجبور شدم آبجی، از ترس اینکه نکنه منم مثل تو گرفتار این گرگای درنده و این لاشخورای عوضی بشم، این لباس مردونه رو پوشیدم. مادر چطوره؟
فیلم سینمایی مغربی که تو سال 1352 ساخته شده، راجب پهلوان مغربیه که عاشق دختری به اسم پری میشه. شوهر خواهر مغربی که دل خوشی ازش نداره، مغربی رو نسبت به پری بدبین میکنه تا حدی که مغربی قصد داره پری رو بکشه، اما در نهایت واقعیت آشکار میشه. بخشایی از فیلم مغربی رو با هم تماشا میکنیم. چه شرطی؟ هرچی باشه قبول دارم. باز که زود قول دادی. خودتو آماده کن، میخوام شرطمو بهت بگم، چون میدونم که قبول نمی کنی. شرطش اینه که امروز با من باشی. یو ابوالفضل چیه؟ چرا جا زدی؟ زهر، من نمیتونم. میفهمی؟ نمیتونم. تو چطور نمیتونی؟ یعنی میخوای بگی که من چیزی نمیخوام بگم. من نمیتونم تو اون کله تو چه چیزایی هست. چه چیزایی؟ اما من تا حالا بندم به هر اون وا نشده. من نمیتونم با سری باشم که با من محرم نیست. حالا فهمیدی؟ داشتم از تعجب شاخ در می آوردم. مگه ممکنه که؟ خیلی خوب، گوش کن پهلوان، تو دو راه داری. یا اینکه امروز با من باشی، یا اینکه پا رو قسمت بذاری و از این در بری بیرون. ببین، من به تو گفتم که نمیتونم، به علتشم بهت گفتم. خب حالا اگه همونجور که خودت گفتی خاطر منو میخوای، نباید راضی بشی که من زرچ بکشم. بد میکنم. اصلا من بدبختم. از همون اولش که پا تو این دنیای لعنتی گذاشتم بدبخت بودم. بابام بعد از به دنیا اومدن من رفت زیر ماشین و زمین گیر شد.